ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا زندگی میکنین. یک وقتی دیگر اومد، دوشنبه دیگری اومد، برنامه چی خبر از ایران، اومدیم خدمت شما عزیزان به کارگردانی آقای یاسر عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا هستیم به سلامت و با آرامش خدا باشین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم ای پدر جان، به نام عیسی مسیح ازت میطلبم ای خداوند برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده. خداوند هرچی از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلا بده. خداوند حکمت به من بده ای خداوند و افکار منو در دستای خودت بگیر. قلبا رو آماده کن وقتی میشنون ای خداوند کلام تو بر قلبا بشینه. شکرت میکنم ای خداوند و از تو میطلبم که رهبریت برنامه رو به عهده خودت بگیری خداوند و خودت این برنامه رو به پیش ببر. شکرگزار و سپاسگزارم به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، شمالی عزیز شما چطوریم؟ به خصوص شهر ما لاهیجان داره بارون میاد. معمولا در فصل زمستان و بهار زمستان فرقی نمیکنه، بهار و زمستان بیشتر البته بارندگیه تو ایران. خب عزیزانی که در اروپا هستین الان غروب دیگه، امیدوارم که کار تموم کردین، خسته نباشین، اومدین نشستین. هر جای دنیا که ما رو میبینین، در هر کشوری که هستین به ما یه زنگ بزنین. برنامه ما چی خبر از ایرانه و هر چی خبر داریم به ما لطفا زنگ بزنین بگین. به این تلویزیون یک بار دیگه میگم که کمک کنین، بذار ما کلامی که از خدا میفرستیم برای مردم تا مردم نجات پیدا کنن شما هم شریک باشین، به خصوص برنامه های متنوع دیگر که برای شما میذارن. خب عزیزان ایران، در ایران همچنین تظاهرات، در هر گوشه از ایران تظاهرات، در تهران، در شهرستانا، به خاطر اینکه بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی به کشتن مردم ایران اصلا هیچ فرقی براش نمیکنه، چون جان انسان ها براش پسیج ارزش نداره، برای اینکه فقط کشتار کشتار کشتار. این دین به خصوص 1400 ساله داره کشتار میکنه. 40 سال هم که اینا اومدن به اسم اسلام دارن همه رو میکشن. هر صورتی اینا میگن ما اشتباه کردیم اونو زدیم، همه اینا دروغه، همه اینا دروغه. هیچ کس اشتباه نمیدونم یه پتاوند نمیدونم بزنه به یه هواپیمای مسافری به جای هواپیمای جنگی. اصلا جنگی در کار نبود. خودشون چند تا بمب زدن توی عراق تو پایگاه آمریکایی، بعد کسی دیگه نیومد جوابشون نداد که خودشون اینجا اصلا این تراژدی رو درست میکنن که مردم این عراق بدن. هر کاری میکنن چون حکمت ندارن، به نادانسته کارهای انجام میدن. به قول خودشون از اون آب یا از اون باطلاق بیارن بیرون بدترش میکنن، برای اینکه حکمتی نداره. 40 سال بی حکمت داره یک حکومت میبره جلو. وقتی حکومتی که نمیفهمه، به سرمایه های خودشون نمیفهمه کیا هستن، سرمایه همین آدمایی هستن که تو در این هواپیما زدی، همه دکتر، مهندس، همه تحصیل کرده. وقتی نمیفهمه اینا رو، کشور اصلا، کشور ما اصلا بیدر پیکر شده دیگه، بی صاحب شده. مثلا شما فکر کنید توی سیستان و بلوچستان آب همه جا رو گرفته، مردم همه فرار دارن میکنن از اونجا. امروز داشتم میدیدم که یه دونه ماشینی گیر کرده بود، مینبوس بود. خب اون مردم چجوری واژگون شد تو اون، من نمیدونم آدم بود یا نه، به خدا بکنه کسی نباشه، فرار کرده باشن. ببینید چقدر سیل اومده اونجا، 2 متر، باور بکن 1.5 متر، 2 متر، 1 متر، بالاخره همه جا رو داره با آب میگیره. مردم میگن همه اسیرن، همه توی خونهاشون پر از آبه. به ملت خودش نمیرسه، میخواد منطقه رو سپورت بکنه، میخواد منطقه مثلا به لبنان سپورت بکنه، به یمن سپورت بکنه، نمیدونم به فلسطین سپورت بکنه دیگه، نمیدونم به سوریه سپورت بکنه. تا
تو خودت ملت خودت نمیتونی، حکومت کشور خودت نمیتونی ساپورت بکنی، میخوای کشورهای دیگر رو ساپورت بکنی، ساپورتش هم چیه؟ ولی واقعا این دفعه دست این بچه های ما درد نکنه، مردم ایران درد نکنه که واقعا اومدن بیرون و نشون دادن که کوچکترین حرکتی این رژیم بکنه مردم آمادن که بیان بیرون اینا رو سرنگون بکنن. به ملت ما اینا خیلی خوبه، خدایش خیلی خوبه که دارن میان بیرون، ولی باعث همه شون اونایی که مثلا سن سال مثلا 60 سالن 55 سالن 65 سالن اینا با ماشین میتونن بیان بیرون بوق بزنن یا نمیدونم یه کارهای دیگه میتونن بکنن. بایستی جمعیت اینقدر زیاد بشه که اینا نتونن کاری انجام بدن. وقتی شما 500 نفر اینجا 500 نفر اونجا، اینم خوبه، در تهران مثلا در 20 نقطه تهران 1000 نفر 2000 نفر شلوغ بشه، اینا نمیتونن که همه فکراشونو در 20 نقطه بیزارن، نمیتونن برن مثلا همه جا حمله بکنن. اینم خوبه، اینجور هم تاکتیک باشه خوبه، ولی کلن بهترین تاکتیک اینه که تمام ملت از تهران مثلا 10 میلیون آدم بیان بیرون. فکر بگو مثلا از میدان آزادی همون تا 24 اسفند یا بالاتر تا دانشگاه تا اونورتر همه آدم بایستن، مثلا فکر بگو 5 میلیون آدم 10 میلیون آدم بیا، اینا هیچ کاری انجام نمیتونن بدن به شما به جز این که خودشون عقب نشینی بکنن، زانو بزنن و دستشون بالا ببرن به مردم بگن. تا الان 4 نفر تیر زدن، گازای اشکاور زدن تو تمام این، حتی تو متروی تهران اونجا که بسته است گاز اشکاور انداختن، مردم داشتن میرفتن قطار بشینن برن. از ترسشون کارهای عجیب غریب انجام میدن برای اینکه نمیدونن واقعا چی کار بکنن. الان سرگردانم، تمام دنیا اینا رو محکوم داره میکنه. ترامپ هم دو تا توییتر زده به مردم ایران به فارسی، گفته ما پشتیبان شما، به فارسی گفته که به دولت ایران گفته که ملت خودتون نکش، دارن تظاهرات میکنن. خب این خیلی خوبه، به فارسی زدن، مردم بالاخره میفهمن، به فارسی میخونن همه. ولی ما باز منتظر کشورهای دیگه نباشیم ما رو نجات بدن، ما خودمون میتونیم خودمون نجات بدیم. شما فکر بکنیم مثلا توی یه خونه ای که مثلا من با 5 نفر هستم، اگه مثلا کار نداشته باشه، وضعیت مالی هم خراب باشه، همه چی خراب باشه، من بایستی برای خانواده خودم بودم فعالیت بکنم تا بتونم این خونه رو اونجوری که میخوام به بچه ها برسم، به خونه برسم، به زندگی برسم. نمیتونم وایسم اونجا بدبختی و بیچارگی و گرسنگی بکشم بگم یه نفر دیگه الان شاید برام کمک برسه. اینجوری نمیشه. من بایست خودم دست عمل انجام بدم، خودم عملی انجام بدم، بالاخره برم این ور برم اون ور. تظاهرات ایران هم همینه، اگه متحد نباشیم. این خیلی خوب الان همه با فکر الان اومدن، حتی روزنامه های ایران الان بالاخره برای محکومیت این رژیم چند خطی و سرخطشون نوشتن. به هر حال ملت ایران دارم فعالیت خودتونو میکنیم، ولی فعالیتی که منجر به این باشه که هر جا ما رو سرکوب بکنن، ما رو بکشن، باید تمام شهرستانات در یک روز، در دو روز، سه روز، پنج روز، یه هفته، کاری که زمان شاه میکردن. درست زمان شاه اونقدر نمیزدن نمیکشتن، ولی همینها توی صف بودن مردم میکشتن، بگن که مثلا ارتشی ها کشتن. اینا رمی ندارن عزیزان. تنها چیزی که براشون مهم نیست جان ملت ایران و کشور ایرانه. اینا فقط میخوان خودشون حکومت بکنن، مثلا به همه دنیا بفهمونن که بله ما حکومت میکنیم بر مردم ایران، بر تمام منطقه هم تسلط داریم، در صورتی که اینا نمیتونن تسلط داشته باشن در تمام منطقه، اصلا نمیتونن. اینا در امثال سلیمان در 19 میگه
بهتر از انسان فقیر باشد و با صداقت زندگی کند تا اینکه از رای نادرست ثروت اندوزی کند. اینا کدومش به خاطر ثروت کارایی که نباید بکنن دیگه همه این کارا رو انجام دارن میدن. کشتار دیگه این هواپیما رو زدن هیچ بهانه‌ای وجود نداره که شما بگین آقا من هواپیمای مسافری رو با موشک از زمین زدم برای هیچ، برای دفاع از من گفتم حتما هواپیمای جنگی آمریکا اومد. وقتی تو 6 ساعت قبلش به تمام پایگاه آمریکا خبر میدی که آقا من میخوام 15 تا موشک 12 تا موشک بزنم اونجا، وقتی به عراق به دولت عراق اعلام میکنی اونا همه خالی میکنن، منتظر کدوم هواپیمای جنگی هستی که بیاد باهات جنگ بکنه؟ مسخره نیست این واقعا؟ اصلا این حرف زدن خودش مسخره است. هواپیمای جنگی اشتباهی اومدن، اینا فکر کردن هواپیمای جنگیه. بعدش هم خلبان داشت پرواز میکرد، دو بار سه بار قشنگ صحبت کرد با اینا، گفت آقا من میتونم پرواز بکنم، راه بازه، مهم نیست بیا. گفتن نه. سه چهار نفرم که میدونستن نرفتن تو هواپیما، به اونا نمیدونم از فامیلاشون بود از چی غلطایی بودن، به اونا گفتن اونا ننشستن هواپیما رو. خب این معلومه عمدیه که شما وقتی عمدی 176 نفر آدم میکشین اونم یک هواپیمای غریبه، این جنایت جنگیه، باید محاکمه بشی. خامنه ای به زودی شما محاکمه میشین. باور بکنین، فکر میکنی که مثلا قصر در میری یا بجز که مردم اینجوری مثل صدام و مثل قذافی تو رو بگیرن بکشن، ولی نه، باید محاکمه بشی. تو کشتار فایده نداره بخوان تو رو بکشن، تو رو از بین ببرن. باید در یک، شما سران همه در یک دادگاه شما رو محاکمه بکنن، بگین چی جنایت هایی کردین. حتی اون مرد سلیمانی هم مرد، میدونی چقدر آدم کشته بود؟ اونم اگه زنده بود باعث محاکمه میشد. 200,000 نفر در سوریه کشت، 10,000 نفر در منطقه در یمن و در جای دیگه در عراق کشت. کلی همین دو ماه پیش دستور قتل 2,000 نفر، 1,500 نفر بچه های ایران رو کشت. الان هم با این وضع این همه دنیا داره اینا رو نگاه میکنن، اینا باز تیراندازی میکنن به 4-5 نفر، 7 نفر یا 4 نفر تا 7 نفر رو تیر زدن. شما مامورین نگاه بکنین، یه عکس الان یاسر جان داره، ببین چقدر مامورین، ببین با چقدر مجهز اومدن که مردم بزنن، مردمی که بی‌دفاعن، مردمی که فقط اعتراض دارن میکنن. نگاه کنین، اینی که میگم منطقه جنگیه، این همه نیروی امنیتی با آپاش و با نمیدونم زدن تفنگ و با مجهز برای که اومدن تو جنگ، کی رو بزنن؟ کیو؟ همین آدمایی که از خودشونن، کشور خودشونن. ای نظامی، ای سپاهی که تو میخوای تیر بزنی، تو میتونی قصر در بری از این ملت؟ فردا میدونی محاکمه میشی، زن بچه نابود میشه، خود نابود میشی. بهترین چیز که به طرف ملت بیاین شما. میگی داشتن دل جرأت بدون حکمت بیفایده است، با عجله باعث اشتباه میشه. بعد ملت ایران بهترین چیزه که همه شون میدونم، میگه الان میگه آقا گفتن آسونه، ولی شمایی که هر روز دارین 100 بار در روز میمیرین، هر روز دارن جوانای شما رو میکشن، به مال و ناموستون حمله میکنن، تجاوز میکنن، خب شما میشینین که مثلا دست غیبی بیاد ما رو نجات بده؟ نه، همه ای ما باید یه قدم بیزنیم بیرون. برای یه بارم شده در زندگیمون همه ما یک بار بیایم بیرون تا این رژیم ساقط بکنین، راحت بشین، واقعا راحت بشین. یک بار اگه ملت شما یک بار با حکمت بیایم بیرون، هم به خودتون
خوبی کردین. ببخشیدم. هم به آیندگان، هم به کشور خودتون. ببین یه همه سیل اونجا اومده، زلزله زدگان دو سال سه سال از تو آب هستن، اینا کاری برای ایران انجام نمیدن. یک قدم برای هیچ شهرستانی که این همه بدبختی داره میکشه. دیروز پسره توی اینستاگرام یا توی تلگرام بود نمیدونم، داشت میگفت مال سیستان بلوچستان یه جوون بود، گفت ای مسئولین مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما ایرانی نیستیم؟ سیل اومده خونه ما رو در برده، چرا یک دونه هلیکوپتر نمیفرستین اینجا؟ مردم تو سیل گیر افتادن. میگم که این رژیم به هیچ وجه یک لحظه نمیخواد این مردم رو کمک بکنه. میگه انسان با حماقتش زندگی خود را تباه میکنه. همین خامنه‌ای اینقدر داره حماقت میکنه، زندگی خودش رو تباه میکنه، چی زندگی تمام ملت ایران داره تباه میکنه. با پری روز یک دونه خبر از دبی بود، داشت یه خلبانی صحبت میکرد. ببخشید این سرماخوردگی داغون کرد ما را. یاسر جان اگه آماده بریم یه سرودی گوش بدیم، چون گلوم یه ذره. عزیز ایران، امیدوارم که نشستین به برنامه رو دارین نگاه میکنین، از این سرودم خوشتون اومده باشه، چون هر سرودی که برای خدا میخونن واقعا آرامش دهنده ذهن، فکر، افکار، همه چی است.
ببخشید یه ذره گلوم نمیدونم چرا سرماخوردگی سوز داشت. به هر حال میگه انسان با حماقتش زندگی خود را تباه میکند، داشتیم همین میگفتیم، و بعد تقصیر را به گردن خداوند میاندازد. اینا خامنه ای و آدمای مثل این اینقدر حماقت در ایران میکنن و تمام کارهای احمقانه خودشونه انجام میدن، بعد مردم کی پا میشن بر علیه اینا میگن که آقا شما کارهای اشتباه میکنی، میگی اینا بر علیه خدا پا شدن. در صورتی که مردم اصلا کاری به دین شما ندارن، دین قضایی شما را اصلا کار ندارن، مردم برای بیکاری، برای نمیدونم گرون شدن جنسا، نمیدونم داغون کردن ایران، به سمت نابودی بردن ایران، به خاطر این مردم، ببین حالا شما نمیتونید مردم رو گول بزنید. مردم این تلفنی که الان هست تو دست همه جای دنیا دارن اینو میبینن، همه چیز رو میبینن، تمام خبرها رو میگیرن، همه چیز رو از اینترنت میگیرن. مردم میفهمن که دنیا دارن چجوری زندگی میکنن، خودشون دارن در چه حالتی زندگی میکنن. کشوری که این همه سرمایه داره، این همه سرمایه فقط زمینی و معدن و نمیدونم نفت و اینا نیست، سرمایه انسانی داره. این همه وقتی تو ارزش برای یک دکتر، یک دونه آدم وکیل باسواد لیسانسیه دکترا داره، وقتی ارزش قائل نیستی که همه این فرزندان ایران دارن به سختی زندگی میکنن، به سختی دارن زندگی خوشونو پیش میبرن، نمیدونم رانندگی میکنن، میرن دست فروشی میکنن، کجای دنیا شما دیدین که یک آدم دکترا بیاد بره رانندگی بکنه یا بره نمیدونم دست فروشی بکنه؟ اینجا شما اگه دکترا داشته باشین بالاخره میرین کار میکنین، یا نمیدونم لیسانس داشته باشین، اصلا لیسانس هم نداشته باشین حداقل میتونه بره کشیر یه دونه بانک بشه، این دیگه کوچیکترین کارشه، بره تو بانک کار بکنه یا بره توی فروشگاه کار بکنه. یعنی کار به صورتی هست که مرد سواد داره یا هرچی بی سواد هم باشه میتونه کار بکنه. اینجا کشوری که این همه عظمت داره، کشوری که این همه و حقیقتا این همه عظمت، این همه پول، فقط دزدی دزدی دزدی. آخه شما به ناموس همه تجاوز دارین میکنین، پول این کشور دارین میزنین، خیانت تا کجا آخه؟ ملت هم وقتی میان بیرون به تیر میکشین اونا رو، میزنین با گلوله. ولی واقعا چقدر این آدم ها، انسان های ایران با غیرتن، چقدر اینا مبارزن که جلو ظلم شما میمونن با همه این کشتارهایی که میکنین، دیگه ملت از شما نمیترسه به هیچ وجه. حنای شما دیگه رنگی برای ملت نداره، نه برای ملت، برای تمام دنیا. داشتم اینی میگفتم، یه خبری خوندم کوتاه که یه خلبان از دبی داشت صحبت میکرد، میگفت سال 1969 که میشه 20 سال بیای عقب، میشه سال 1347 47 48، میگفت اون موقع یک هواپیمای CR-130 ما مثلا جنس میبرد، هواپیمای کارگو بود، بار میبرد. میگفت ما شاب ما دستور داده بود که هفته دو روز برای مردم دبی و امارات غذا میبردیم. میگه میرفتیم تو دبی، هواپیما باند نداشت که بشینه، این هواپیما تنها هواپیمای بود که تو دست انداز باشه، هر جا باشی میتونستیم پایین بیای. میگه با چی سختی می اومدیم پایین، وقتی در هواپیما رو باز میکردیم میگه بوی مشام گوسفند و گاو و گله بوش می اومد پر، اصلا نمیتونستی نفس بکشی. یعنی همه سرانشین بود و با دامدار بودن. همین دبی، همین امارات،
شاکی هر میگه هر هفته براشون دوبار میبردیم، وقتی در باز میکردیم غذا میخواستیم به اینا میومدیم، مثل که یک ماه اینا هیچی نخوردن، حمله میکردن به غذا رو بگیرن، در صورتی که هر هفته دوبار ما میرفتیم براشون غذا میبردیم. همین دوبه، دوبه الان بعد 40 سال چی شد که تمام دنیا میان دوبه نگاه بکنن، ویزیت بکنن، کلی خرج میکنن تا ببینن اون ساختمون های فانتزی توی اون بیابون درست کرده. همینی که همه دامدار بودن، شاد هر هفته هر هفته دو بار براشون غذا میبرد اونجا، گشنه بودن، با دراحت با حکمت کاری کردن در این 40 سال، کشورشون رو طوری بردن بالا که تمام دنیا بیان کشورشون رو ویزیت بکنن، در صورتی که کشور ما از همه چی برمند بود، 7000 10000 سال 20000 سال خدمت داره، این همه خدمت تاریخی داره، بهشت روی زمین خداوند به اینا داد، در این 40 سال اینا نابود کردن این کشور رو. نه اینکه کسی دوست نداره بره ویزیت بکنه، کسی دوست نداره اصلا بیاد توی ایران، با اون بدبختی یه دونه آمریکایی باید بیاد یا یه دونه اروپایی باید بیاد، روسری باید بیزاره، نمیدونم چی بدبختی مانتو ببوشه، یک حرکت کوچیک نمیتونه بکنه اونجا، خود دیوانه است مرد بیاد اونجا، که میره تو همون سرای دوبی، دوبی فانتزیشو نگاه بکنه، نمیاد کشور به این خوشگلی رو نگاه نمیکنه، به خاطری که یک حکومت آشغالی روی سر کاره، یک حکومت نادانی سر کاره که تمام این چیزها رو همه رو از بین میبره، در صورتی که همین ویزیت کردن مردم به ایران بالاترین پول از نظر سرمایه به ایران میاره، حتی از پول نفت هم بالاتر. هر چی زودتر این ملت ما همه با هم متحد بشن، بیان بیرون، همه با هم بیان بیرون، باور بکنین اینا رو بندازن به نفع خود ایرانی هاست، چون سختی که ایرانی ها دارن میکشن طول تاریخ کسی نیومد، مغول هم نیومد اینقدر خرابی به بار بیزاره. میگه شخص ثروتمند دوستان بسیار پیدا میکند، اما وقتی کسی فقیر میشود هیچ دوستی برایش باقی نمیماند. شمایی که الان حسن نصرالله و یمن، نمیدونم اون آشغالای یمنی و سردار حزب اللهی های کی و کی اینا دارن براتون با شما رفیقن، اینا وقتی فردا شما بیفتین محل سگم شما رو نمیکنه. شما فکر میکنین که اینا با شما رفیقن، اینا به خاطر پولی که شما میدین به اینا رفیقتونن. حسن نصرالله 10 بار گفت که تا موقعی که ایران به من پول میده من هستم، موقعی که پول نداد ما نیستیم. تو ملت مملکت خودتو درست نمیکنی، میری اونجا که جنگ شده، مثلا با اسرائیل جنگ کردن لبنانیا، همه این ساختمونا رو براشون نو میکنی، میسازی، بعدا مردم بگن تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی که برای ما این همه خونهای ما رو درست کرد، فلان کرد، بعد ملت تو توی سیستان و بلوچستان آب داره میمونه، یه هلیکوپتر نمیفرستی اونجا که مردم بیان لاقل کمک بکنی به مردم، مردمی که تو سیل گیر افتادن. شما اینقدر بیشرفی، فقط اونجا نشستیم به دنیا بگین غلط میکنن که این کارا رو میکنه، غلط شما میکنین که تمام ملت به اسیری گرفتین. میگه انسان نقشه های زیادی دست سر میپروراند، اما نقشه هایی که مطابق با خواست خدا باشد اجرا میشود. روزی اینه بدونین که خداوند ایران نجات میده و ایران یکی از بهترین کشورها میشه. من ایمان دارم که یکی از بهترین کشورها میشه به سال 2020 برای مردم the best به قول آمریکایی ها. بهترین سال برای مردم، به سرنگونی شما رژیم ایرانه که مردمی که اینقدر بتنگ اومدن از دست شما، شما رو نابود میکنن، میندازن شما رو،
این جوونا رو دیدین الان شما به تیر میکشین اینا رو، اینا همه سرمایه های کشور ایرانن، افتخار ایرانن. اینا چند تا شما خانواده رو عزادار کردین در این روزا، چقدر این گلا رو شما پرپر کردین، گلایی که میدونستن تو این بهشت ایران زیبایی خودشونو داشته باشن و زیبایی داشته باشن که تمام دنیا اینا رو نگاه بکنه. تمام این مغزا دارن فرار میکنن، تمام مغزای ایران همه دارن فرار میکنن. شما کارتون نابودیه، چون از صدر اسلام کارش نابودی بود. تنها دینی که میخواد همه رو بکشه و در کتابش میمیسه دین اسلامه. کسی به دین اسلام وارد بشه راحت میتونه وارد بشه، وقتی خارج میخواد بشه اونو میکشن، میگه نه دیگه الان مرتدی، اینی که اومدی توی یه زندان دیگه نمیتونی بری بیرون. در اشیای 26 میگه رای درستکاران راست است. اونایی که درستکارن بدون که خدا راشون راست میکنه و بدون که خدا دستشون با این است. پس ای خدای راستی رای ایشان را هموار ساز. واقعا امروز از خداوند میخوام که رای ملت ایران هموار بسازه و ملت ایرانو واقعا اون چیزی که لیاقت دارم بهشون خداوند بده. میگه ای خداوند ما از خواست تو پیروی میکنیم و به تو امید بسته ایم. تمام امید ایرانی ها الان به خداست و ایمان دارم که در این سال خداوند ایرانی ها رو بی نصیب نمیذاره. میگه اشتیاق قلب ما تنها تو هستی ای خداوند. امروز به خصوص اونایی که مسیحی هستن باید زانوها روی زانوهای خودشون باشن، برای ایرانی ها دعا بکنن. ایمان دارم که قدرت کسایی که مسیحی هستن تو ایران هستن، قدرت خدا در اونا ساکنه. وقتی دعا میکنن ایمان دارم که لرزه میاره ایرانو. الان هر روزی میگن ده ها نفر به عیسی مسیح ایمان میارن و رای حقیقت رو شناختن. رای دین نیست، رای حقیقت خداست، رای راستیه که میشناسن. چون این خدا مثل الله نیست که آدم بکشه، مثل الله نیست که قاتل باشه، تشنه خون باشه. چون الله خدا نیست، الله بوته. الله بعضی هم چون تو دلشون خدا رو دوست دارن میگن الله منظورشون خداست، ولی اون الله اسم بوته. ما همون خدا رو بگیم بهترین چیزه. میگه شب را در اشتیاق تو بسر میبریم و هنگام سپیده دم تو را میطلبیم. ای خداوند هنگامی که تو جان را داوری کنی آنگاه مردم مفهوم عدالت را خواهند آموخت. ایمان دارم که دست خدا وقتی بیاد روی این قاتلان از خامنه ای تا به پایینش هرچی، وقتی اینا محاکمه بشن اون موقع مفهوم عدالت معلوم میشه. اون موقع مردم دنیا میفهمن که در ایران عدالت است. به یک جمهوری بیاد که واقعا به نفع ایران کار بکنه و ملت ایران از این اسیری بیان بیرون. ای هموطن من، امروز حکمت و پیشه خودت بکن که با حکمت برین جلو. دیگه الان خیلی خوب شده، بعضی ها که فیلم برداری میکنن از پشت یا میگیرن فیلم برداری یا تا مثلا سر به پایین نشون میدن. این عالیه که مردم تو خطر نندازن، ولی تو خود این تظاهر کننده هم بسیجی هایی هستن که فیلم های مردم میگیرن میفرستن بیرون که شناسایی بشن، ولی مردم دیگه از این شناسایی و دیگه از این چیزا دیگه ترسی ندارن، چون روزی صد بار دارن میمیرن.
به روزی نیست که اون زجر و بدبختی و با جان و دل نچشن. هر روزه دارن بدبختی رو حس میکنن، روز به روز داره ایران پایین میاد، روز به روز دارن فشار به این مردم ایران میارن که روز به روز بدبختی رو احساس بکنن. تو کشوری هستن اینی خیال کشور با اون بهشت روی زمینی میست که تو جهنمن، همه میخوان فرار بکنن. الان اگه ایران دروازش باز بکنن، مردم ده ها میلیون میان بیرون، ولی بهترین چیز این که شما ده ها میلیون وقتی میخواییم پیاده بیاییم بیرون از ایران که فرار بکنین، بهتر از اینه که ده ها میلیون بیایم بیرون توی تهران، ده میلیون آدم بیاد توی شهرستان ها، میلیونی بیان بیرون، همه در یک هفته در چند روز میلیونی بیان بیرون، کار اینا تمومه، اینا ساقط میشن. باور بکنین ملت ایران، اگرم به تلویزیون ما داریم میبینین امید جاویدانه، به ما یه زنگ بزنین، یه خبر کوچیک به ما بدین، برای اینکه برنامه ما چی خبر از ایرانه. میدونم ما تازه اومدیم تو ماواره، خیلی مردم هنوز نمیبینن یا کانال پیدا نکردن، ولی اونایی که کانال پیدا میکنن به کسای دیگه معرفی بکنن. اگه فرکانس ماواره براتون بیزارن میبینین، به تو اون فرکانس به مردم دیگه هم بدین که بیزار اونا هم ببینن، به اونا معرفی بکنیم به همه که این کانال رو نگاه بکنن، چون کانالیه که هم فیلم سینمایی میده، هم سرود براتون میذاره، هم ترانه های خوب براتون میذاره، فیلم های مستند میذاره براتون، برنامه های متنوعی زیادی براتون میذاره، هم از کلام خداوند میذاره، از آدم های مختلف، از کشیشان مختلف براتون میذارن که هم کلام خداوند رو بشنوین، هم برنامه های متنوعی دیگری داشته باشین. میگه هرچند تو نسبت به گناهکاران رحیم هستی، واقعا خداوند حتی اون گناهکار دوست داره، گناهش دوست نداره خداوند، بلا اون انسانی که گناه میکنه انسان دوست داره خداوند، چون خود خداوند ما را آفرید. هیچ پدر مادری نیست که از فرزندش هرچی هم شریر باشه بگه من اونو نفرت دارم باش، نه، پدر مادر بالاخره اون فرزند خودشو دوست دارن، ولی اون کارا، اون گناها، اون حرکتهایی که میکنه دوست ندارن، میخواد که این بچهش برگرده به کارهای خوب بکنه، به اعمالش خوب باشه. خدا هم همین میخواد، خدا مثل پدری هست که شما رو نگاه میکنه، از اعمال بد ناراحت میشه، دلش شکسته میشه، دوست داره که این فرزندش برگرده به طرف خودش، دوست داره که این فرزندش به ملت ها خوبی بکنه، به انسان ها خوبی بکنه، کمک بکنه، محبت بکنه. به خصوص ما ایرانی ها امروز اینقدر بی محبتی دیدیم، اینقدر دیگه زجر و بدبختی از این حکومت دیدیم، ما خودمونم افکار ما خراب شده، اینقدر دیگه ملت میخوام ببینم فردا چی میشه، ده دقیقه دیگه چی میشه، رو آوردم به این فالگیری. بدترین چیز هم این فالگیری، زندگی شما رو به هم میزنه عزیزان، باور بکنه این فالگیری تنها چیزیه که زندگی شما رو به هم میزنه. از این فالگیری و از این چیزا بیاییم بیرون، به کشور خودتون نگاه بکنین، به کارهای عظیمی که بعد از این رژیم که باید تو ایران بشه، شغلا اضافه میشه، کمپانیا از خارج میان اونجا، کار اشتغال زایی میکنن، نمیدونم کشور شما آباد میشه دیگه. تو اون سیستان بلوچستانی اونجا نیست که بگه ما مگه ایرانی نیستیم، چرا یه هلیکوپتر نمیفرستن که اینجا به ما کمک بکنن، نه، همه جای ایران، همه جا، هر نقطه از ایران، خاک ایران، به حکومت آینده بایستی به تمام استانا کمک بفرسته. هر وقت این کشورهای مثلا آمریکا، الان شما یه چیزی در یک نقطه میشه تا
تمام کمک ها به اونجا میره، سیل میاد، آتش سوزی میشه، از هوا و زمین کمک میاد. بگم که اونجا رو مرز مکزیک ولش کن، اونجا نمیدونم دور افتاده است ولش کن، اینجوری نیست. هر جای از خاکی آمریکا باشه کمک به اونجا سری میره. یک بچه گم میشه، تمام پلیسا توی تلفونا میزنن که آلارم میدن که آقا شما اگه این ماشین، مثلا پلیس میگه که این ماشین مثلا اگه پیدا کردیم به ما اطلاع بدین که یه بچه دزدیده یا یه بچه گم شده، اگه کسی خبر داره به ما اطلاع بده. همه کس در فکرن که اون بچه رو نجات بدن، یا یک آدم رو نجات بدن، یک انسان رو نجات بدن. تنها چیزی که ارزش نداره در ایران جان انسان هاست. انسان هایی که خاک ایران، آب ایران، کشور ایران متعلق به مردم ایرانه، نه متعلق به این آخوندان، نه متعلق به این حکومتداران. چون حکومتداران مردم انتخاب میکنن میفرستن اونجا که برای ملت خدمت بکنن، نه برای اونجا چپاول بکنن و ملت رو بکشن. من به یک آدم رأی بدم بره اونجا، نه به نفع من کار نمیکنه، بلکه اونجا حکم قتل منم بده. خود چرا دیگه این انتخاب بکنم؟ چرا دیگه برم توی صندوق رأی بدم؟ برای چی؟ برای کسی که برای من خدمت نمیکنه، برای کسی که وقتی بفرستم اونجا فقط در فکر خودش به کشتار من باشه، پولا رو همه رو بزنه به جیب خودش. تمام این حربه ها رو مردم شناختن، دست اونا در نکنه که دعیه فجر برای این فیلم هایی که در فجر میخواستن برن همه شون تحریم کردن، فیلم فایز رو تحریم کردن. واقعا دستشون در نکنه، واقعا این حرکت حرکت ملیه، تو دهن دولت میزنن. اگه تا حالا کسی هم انحراف نداده، انصراف نداده، واقعا انصراف بده، از اون بیاد بیرون. هر چی شما تو دهنی بزنین به این دولت، کمک به ملت خودتون کردین، کمک به کشور خودتون کردین. اینقدر ما ایرانیا اینا رو بعضیا روی نادانی، روی مثلا یه پول بگیرن خود فروخته میشن، میان بادی به غبغب اینا میندازن، هندوونه توی زیر بغل اینا میندازن. اونام فکر میکنن کسی هستن، اونام فکر میکنن که مثلا صاحب و مالک جان مردمن. دیگه نمیدونه که وقتی اومده بالا بهشون رأی دادن باید خدمت بکنه به ایران. عیسی مسیح میگه کسی از همه بزرگتره که به مردم خودش خدمت بکنه، نه اونی که او حاکم بالاست. اون پستر از همه است که وقتی خدمت نمیکنه به ملت. خامنه یکی از پسترین انسانهای روی زمینه که دوست کشتار مردم میده. 4 تا بچه 6 تا بچه داری، چطور بچه ها تو این ناز نعمت تو این دزدی ها بزرگ بشن؟ بعدم بچه‌ای که با خفت و خاری بزرگ میشه، میره تحصیلات میکنه، مدارک میگیره، برای ملت خودش، مملکت خودش میخواد کار بکنه، تو با یک تیر اونو میزنی میکشی، تمام اون آثار زحمتشو از بین میبری. شما رو انسان نمیشه گفت، حیوان هم نمیشه گفت، چون حیوان هم از شما وسیعت قلب تره. شما آدم های بیوجدانی هستین که فقط به خاطر این دروز دنیا، دروز نمیدونم حکومت کردن، حاضرین تمام ناموستون هم از بین ببرین. ناموست فقط زن بچه نیست که اگه شعور داشته باشی، ناموست ملتت هست، ناموست کشورت هست. اصلا میفهمین ناموسی یعنی چه؟ اصلا درک میکنی که تو اونجا نشستی که مردم تو رو، از مردم تو رو الوا الوا نمی کنه. یک ایده آدم های مزدور و خود فروخته، یا یک ایده بسیجی که واقعا نادانه، نمی فهمن، با بچگی از سر پاشو می باره، فقط 2000 پول دارن می گیرن، فکر می کنن تو اونجا هستی روحانی هستی.
دیگه نمیدونن تو روحانی نیستی، تو یک شیطانی اونجایی. تمام افکار شما شیطانیه. کار شیطان اینه که بکشه، ببره، بزنه، نابود بکنه. شما تمام افکارتون شیطانیه، از شیطان دستور میگیریم. به قول عیسی مسیح به خاخاما و موقع میگفت که پدرتون شیطانه، چون افکارتون افکار پلیده. هرچند نسبت به گناهکاران رحیم هستی، اما آنان هرگز یاد نمیگیرن. ای خداوند، این دعاست. هرگز یاد نمیگیرن که خوبی کنن. مثل این آدم های آخوندهای ایران، این سردمدارها، پاسدارهای ایران، خداوند واقعا هرگز اینا یاد نمیگیرن که به مردم خوبی بکنن، به کشورشون خوبی بکنن. آنان در این سرزمین خوبان به بدکاری خود ادامه میدن و به جلال و عظمت تو توجهی نمی کنن. میگن ما برای خدا کار میکنیم، ولی خدای برای تو کار دارن نمی کنن، برای جیبای خودشون. تو خودت بهتر از ما میدونی. این دعاست. میگه دشمنان نمیدانن که تو آنها را مجازات خواهی کرد. اینا نمیفهمن خداوند که تو اینا را مجازات میکنی. فکر میکنن که اینا از مجازات تو فرار میکنن به سادگی. میگه خداوند آنها را مجازات کن و نشان بده که قومت را دوست داری، ایران رو، مردم ایران دوست داری. ای خداوند، این دعاست عزیزان. بگذار سرفکنده شوند و بگذار در آتش خشم تو بسوزند. ای خداوند، اینایی که به ملت و به کشور و به ناموس مردم تجاوز میکنن. خداوند، میدانیم تو برای ما صلح و سلامتی با ارمغان خواهی آورد به زودیه خداوند، زیرا تا به حال هر موفقیتی که کسب کردیم در واقع تو به ما عنایت فرمودی. این دعاست. ایمان دارم امسال دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، دست پرقدرت خداوند روی ملت ایران، به کشور ایران باشه. به خداوند هر چی زودتر این آخوندا و این حکومت اهریمنی رو سرنگون بکنه، به قدرت خون پرجلال عیسی مسیح، به خون عیسی مسیح رو در تک تک ملت ایران میریزم، به زیر محافظت خون عیسی مسیح میذارم ملت ایران رو، به سرنگونیشون از خداوند در نام عیسی مسیح میطلبم. همگی بگین آمین. ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایرانه. ایمان دارم. و عزیزانی که این تلویزیون میبینین، دست یاری ما به سوی شماست. اول دست یاری ما به سوی خداست، دوم نگاه ما به دست یاری ما به سوی شماست که به این تلویزیون کمک بکنین، چون شما خدمتگزاران خداوند بشین. به ایمان دارم هر دلاری که به این تلویزیون کمک میکنین، خداوند هزارون دلار، هزارون هر پولی که باشه برکت به شما میده. ایمان دارم، چون خدا زیر دین هیچ انسانی نمیمونه. وقتی از خدا برای خداوند خدمت میکنی، در راه خداوند کمک میکنی، ایمان داشته باش که خداوند به شما سرمایه خواهد داد و شادی و آرامش خداوند به شما خواهد داد که هیچ کس نمیتونه به شما بده. دست خداوند به نام عیسی مسیح میطلبم در روی ایران و ملت ایران باشه و برای شما تک تک ایرانی‌ها پیروزی آرزو میکنم، به سلامتی، به قوت خداوند با تک تک شما عزیزان باشه. بدرود. تا درودی دیگر عزیزان، تا برنامه دیگر، بدرود.